کتاب گویا شرح معاهدات بین المللی است برای آگاهی من و تو، کاری از کمیته آموزش و پژوهش و با همکاری اعضای کمیته دفاع از محیط زیست، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی. ماده واحده: به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به معاهده ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی مصوب 12/8/1380 هجری شمسی برابر با 3 نوامبر 2001 میلادی 31 کنفرانس سازمان کشاورزی و خاروبار جهانی سازمان ملل متحد در شهر روم، مشتمل بر 1 مقدمه و 35 ماده و 2 پیوست به شرح پیوست ملحق شود و اسناد مربوط را مبادله نماید. وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مرجع ملی این معاهده تعیین می شود. تبصره: در اجرای بند 3 ماده 22 معاهده فوق ذکر، در مورد اختلافی که طبق بند 1 یا 2 ماده 22 حل نشود، هر دو راه حل اختلاف زیر با رعایت اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان صلاحیت الزامی پذیرفته می شود. الف: داوری طبق تشریفات مندرج در بخش 1 پیوست 2 این معاهده. ب: ارجاع اختلاف به دیوان بین‌المللی دادگستری. مقدمه: طرف‌های متعاهد با اعتقاد به اینکه منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی ماهیت خاصی دارند و خصوصیات و مسائل خاص آنها نیازمند راهکارهای ویژه می باشد، با نگرانی از فرسایش مداوم این منابع، با توجه به اینکه منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی نگرانی مشترک همه کشورها است و در همه کشورها به میزان زیادی بستگی به منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی دارد که مبدأ آنها جای دیگری است، با قبول اینکه حفاظت، اکتشاف، جمع‌آوری، شناسایی، ارزیابی و ثبت منابع ژنتیکی گیاهی و برای غذا و کشاورزی در نیل به اهداف اعلامیه روم در مورد امنیت جهانی غذایی و برنامه اقدام اجلاس جهانی غذا و برای دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی برای نسل حاضر و نسل آینده امری حیاتی است و اینکه توان کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد گذرا برای به عهده گرفتن این چنین مسئولیت‌هایی نیازمند تقویت فوری می باشد. با توجه به اینکه برنامه اقدام جهانی برای حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی چارچوب موارد توافق بین المللی برای این گونه فعالیت هاست، همچنین با قبول اینکه منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی ماده اولیه و ضروری اصلاح گیاهان زراعی از طریق انتخاب کشاورزان، اصلاح کلاسیک نباتات یا فناوری زیستی نوین می باشد و در سازگاری با تغییرات غیرقابل پیشبینی زیست محیطی و نیازهای آتی بشر ضروری است، با تایید اینکه نقش کشاورزان در گذشته، حال و آینده در تمام مناطق جهان به ویژه در مراکز پیدایش و تنوع در زمینه حفاظت، اصلاح و در دسترس قرار دادن این منابع اساس حقوق کشاورزان می باشد، همچنین با تأکید بر حقوق شناخته شده در این معاهده برای حفظ، استفاده، تبادل و فروش بذر و دیگر مواد تکثیر شونده تولید شده توسط کشاورزان
و مشارکت در اتخاذ تصمیم و تسهیم منصفانه و عادلانه منافع حاصل از بهره برداری از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی اساس تحقق حقوق کشاورزان و نیز ارتقاء حقوق کشاورزان در سطح ملی و بین المللی می باشد. با تشخیص اینکه این معاهده و دیگر موافقتنامه های بین المللی مربوط به این معاهده بایستی از نظر امنیت غذایی و کشاورزی پایدار مؤید همدیگر باشند. با قبول اینکه هیچ چیزی در این معاهده نباید به گونه‌ای تفسیر شود که به معنی تغییر تعهدات و حقوق طرف‌های متعاهد به موجب سایر موافقتنامه‌های بین‌المللی باشد، با درک اینکه منظور از عبارت فوق این نیست که سلسله مراتبی بین این معاهده و دیگر موافقتنامه‌های بین‌المللی ایجاد کند، با آگاهی از اینکه مسئله مدیریت منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی نقطه تلاقی کشاورزی، محیط زیست و تجارت می باشد و با اعتقاد بر اینکه بایستی بین این بخش ها هم افزایی وجود داشته باشد، با آگاهی از مسئولیت خود در قبال نسل های گذشته و آینده برای حفاظت از تنوع جهانی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، با تشخیص اینکه کشورها در اعماق حقوق حاکمیت خود بر منابع ژنتیکی گیاهی خود برای غذا و کشاورزی می توانند به صورت متقابل از ایجاد نظام چند جانبه مؤثر برای دسترسی آسان به تعداد مشخص و توافق شده از این منابع و تسهیم منصفانه و عادلانه منافع حاصل از بهره برداری آنها منتفع گردند. با تمایل به انعقاد موافقتنامه بین المللی به موجب ماده 14 اساسنامه فاو در چارچوب سازمان خاربار و کشاورزی سازمان ملل متحد که از این پس فاو نامیده می شود به شرح زیر توافق نموده اند. بخش 1. مقدمه. ماده 1. اهداف. 1. اهداف این معاهده عبارتند از حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی برای غذا و کشاورزی و تسهیم منصفانه و عادلانه منافع حاصل از استفاده از آنها هماهنگ با کنوانسیون تنوع زیستی برای امنیت غذایی و کشاورزی پایدار. 2. این اهداف از طریق ارتباط تنگاتنگ این معاهده با سازمان خاربار و کشاورزی سازمان ملل متحد و کنوانسیون تنوع زیستی حاصل خواهد شد. ماده 2. کاربرد اصطلاحات. از نظر این معاهده، اصطلاحات زیر دارای همان معنایی خواهند بود که به شرح زیر برای آنها در نظر گرفته شده است. هدف از این تعاریف تحت پوشش قرار دادن تجارت کالا نمی باشد. حفاظت در رویشگاه طبیعی. به حفاظت اکوسیستم ها و رویشگاه های طبیعی، نگهداری و احیاء جمعیت های زنده گونه ها در محیط طبیعی رویش آنها و در خصوص گونه های گیاهی یا زراعی به ناحیه‌ای که در آن خصوصیات ویژه خود را پیدا کردند اطلاق می شود. حفاظت خارج از رویشگاه طبیعی. به حفاظت منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی در خارج از رویشگاه طبیعی آنها اطلاق می شود. منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی به هر گونه ماده ژنتیکی با منشأ گیاهی اطلاق می شود که دارای ارزش بالفعل یا بالقوه برای غذا و کشاورزی باشد. ماده ژنتیکی به هر ماده‌ای با منشأ گیاهی از جمله مواد زایشی و تکثیر شونده رویشی اطلاق می شود که دارای واحدهای وراثتی مفید باشند. نوع به یک دسته گیاهی داخل یک رده گیاه شناسی در پایین ترین سطح شناخته شده اطلاق می شود که با تظاهر قابل تکرار خصوصیات متمایز و ویژگی های ژنتیکی دیگر توصیف شده است. مجموعه خارج از رویشگاه طبیعی
به نگهداری یک مجموعه منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی خارج از رویشگاه طبیعی آن اطلاق می شود. مرکز پیدایش به ناحیه جغرافیایی اطلاق می شود که گونه های گیاهی اهم از اهلی یا وحشی ویژگی های خاص خود را برای اولین بار در آنجا پیدا کرده است. مرکز تنوع گیاهی به ناحیه جغرافیایی اطلاق می شود که دارای تنوع ژنتیکی زیادی برای گونه های گیاه زراعی در شرایط رویشگاه طبیعی باشد. ماده 3 هیته مشمول این معاهده مربوط به منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی می باشد. ماده 4 تعهدات کلی هر یک از طرف‌های متعهد از مطابقت قوانین، مقررات و رویه‌های خود با تعهدات خیش به گونه‌ای که در این معاهده مقرر شده است، اطمینان حاصل خواهد نمود. ماده 5 حفاظت، اکتشاف، جمع‌آوری، شناسایی، ارزیابی و مستندسازی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی. 1 هر طرف متعهد با رعایت چارچوب قوانین ملی و با همکاری طرف‌های متعهد دیگر در صورت اقتضا اتخاذ روش یکپارچه‌ای را برای اکتشاف، حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی ترغیب خواهد کرد و به ویژه در صورت اقتضا موارد زیر را انجام خواهد داد. الف بررسی و تهیه فهرست منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی با در نظر گرفتن وضعیت و درجه تنوع در جمعیت‌های موجود از جمله آنهایی که دارای استفاده بالقوه هستند و در صورت امکان ارزیابی تهدیدهایی که متوجه آنهاست. ب ترغیب جمع‌آوری منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و اطلاعات مربوط به آن دسته از منابع ژنتیکی گیاهی که در معرض تهدید قرار دارند یا دارای استفاده بالقوه هستند. جیم در صورت اقتضا ترغیب یا حمایت از تلاش زارعین و جوامع محلی برای مدیریت و حفاظت منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی خود در مزرعه. دال ترغیب حفاظت در رویشگاه طبیعی خویشاوندان وحشی گیاهان زراعی و گیاهان وحشی برای تولید غذا از جمله در مناطق حفاظت شده از جمله و به ویژه از طریق حمایت از تلاش‌های جوامع بومی و محلی. ه همکاری در ترغیب توسعه نظام کارآمد و پایدار حفاظت در خارج از رویشگاه طبیعی با توجه لازم به ضرورت مستندسازی، شناسایی، احیا و ارزیابی به گونه مناسب و ترغیب توسعه و انتقال فناوری‌های مناسب برای این منظور از نظر اصلاح استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی. واو پایش قوه نامیه درجه تنوع و پایداری ژنتیکی مجموعه های منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی. 2 طرف های متعهد در صورت اقتضا در مورد به حداقل رساندن یا در صورت امکان حذف تهدیدهایی که متوجه منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی است اقدام خواهند نمود. ماده 6 استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی 1 طرف‌های متعهد سیاست‌ها و اقدامات قانونی مناسب را در جهت ترغیب استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی توسعه داده و تداوم خواهند بخشید. 2 استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی می تواند موارد زیر را شامل شود. الف اتخاذ سیاست‌های عادلانه کشاورزی که به طور مناسب توسعه و نگهداری سیستم‌های متنوع زراعی را
که استفاده پایدار از تنوع کشاورزی و زیستی و منابع طبیعی دیگر را بهبود می‌بخشد ترغیب می‌کند. ب. تقویت تحقیقاتی که تنوع زیستی را در جهت منافع کشاورزان یا به حد اکثر رساندن تنوع داخل و بین گونه‌های خاص بهبود بخشیده و حفاظت می‌کند. به ویژه کشاورزانی که انواع خود را ایجاد و استفاده می‌کنند و اصول اکولوژیک را در حفظ حاصلخیزی خاک و مبارزه با بیماری‌ها، علف‌های هرز و آفات به کار می‌بندند. جیم در صورت اقتضا توسعه تلاش‌های اصلاح نباتات با مشارکت کشاورزان به ویژه در کشورهای در حال توسعه که توان ایجاد انواع سازگار با شرایط اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیکی از جمله مناطق کمبازده را تقویت می‌کند. دال توسعه بنیان ژنتیکی گیاهان زراعی و افزایش دامنه تنوع ژنتیکی قابل دسترس کشاورزان. ه. در صورت اقتضا ترغیب استفاده گسترده از گیاهان زراعی بومی و سازگار با محل، انواع و گونه‌های کم بهره برداری شده. واف در صورت اقتضا حمایت از استفاده گسترده‌تر از تنوع انواع و گونه‌ها در مدیریت مزرعی، حفاظت و استفاده پایدار از گیاهان زراعی و ایجاد ارتباط قوی با اصلاح نباتات و توسعه کشاورزی به منظور کاهش آسیب پذیری زراعی و فرسایش ژنتیکی و ترغیب افزایش تولید غذا در جهان متناسب با توسعه پایدار. و ز بازنگری و در صورت اقتضا متناسب نمودن شیوه های بهنژادی و مقررات معرفی نوع و توزیع بذر. ماده 7 تعهدات ملی و همکاری بین المللی. 1. هر طرف متعهد در صورت اقتضا فعالیت‌های موضوع مواد 5 و 6 را در سیاست‌ها و برنامه‌های کشاورزی و توسعه روستایی خود وارد نموده و با طرف‌های متعهد دیگر به طور مستقیم یا از طریق فاو و سایر سازمان‌های بین‌المللی مربوط در حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی همکاری خواهد نمود. 2. همکاری بین‌المللی به ویژه در جهت موارد زیر خواهد بود. الف ایجاد یا تقویت توانایی‌های کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذر در خصوص حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی. ب. ارتقاء سطح فعالیت‌های بین‌المللی برای ترغیب حفاظت، ارزیابی، مستندسازی، بهبود ژنتیکی، اصلاح نباتات، تکثیر بذر و تسهیم در دسترس قرار دادن و تبادل منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و اطلاعات و فناوری مناسب آن مطابق بخش 4. جیم نگهداری و تقویت ترتیبات سازمانی پیشبینی شده در بخش 5. دال اجرای راهبرد مالی موضوع ماده 18. ماده 8 کمک فنی. طرف‌های متعهد موافقت می‌کنند که تأمین کمک فنی به طرف‌های متعهد به ویژه کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذر را با هدف تسهیل اجرای این معاهده به صورت دو جانبه یا از طریق سازمان‌های بین‌المللی مربوط ارتقا دهند.